لیلا خانوم بلند شو، نماز از دست رفت. لیلا خانوم پاشو قربونتم، پاشو. مشله چه خواب سنگینی دارین شماها. لیلا خانوم پاشو بابا، پف دادم. بلند شو، شب میمیری سفارش میکنی، صبح زود منو بیدار کن برای نماز، الان پا نمیشی. پاشو دیگه لیلا خانوم. بابا همه همسایا بیدار شدن، بلند شو. لیلا خانوم سلام. چرا پا نمیشی؟ مگه نیومدی گفتی منو صبح زود بیدار کن؟ ازشون تا صبح نخوابیدم، همه تا صبح درم داشت. الهی بیمیرم چرا؟ تو خیلی خوب مال دندونش ها ببینم بهش قرص دادی؟ مال هر ساعتی بار تبولش دادم. آخه میگم پاشویش کن ها، الهی بیمیرم براش. آخه اینم تیرات میگرم و بیدارش میگردم. خب حالا این نداره، رو با نماز بخونی شده که خوب میشه، تا بعدا که به شوهرت رو بیمیرم چی کار میکنی. ندیدمت به چشم بدی عاشق لیلی. لیلا خانم، لیلا خانم جونم، مادرت پای تلفن، بودو بیا. از جا مکان رسی مادر، سلام مامان جان، خوب هستی؟ چه عجب، ما با همون جوری هم، قرصامو هنوز میخورم، باکتریش از تنم نرفته بیرون. دیگه قرصا رو دکتر داده، میگه اگه نخوری زبانم رو زبانم به بچت کور میشه. توکسوپلاسموس بعد مامان جان، میکروب نیست، باکتریه. این توکسو چی گفتی؟ مریضی چی الان گفت؟ منم درست اسمشو نمیدونم، از گربه میگیرم. دکتر گفت از سوسیس و کالباس و گربه به جون آدم میزنه. اینم آدم سر کره زمین سوسیس کالباس میخورن مریض نمیشن، این چی خورده که اینجوری شده؟ چه میدونم، قسمت این دختر بدبخت بوده دیگه. در ضمن حاجی، من این همه کلمات آسون و آرومش رو میگم، بلندم میگم، شما متوجه نمیشین چطور کلمه به این سختی رو یادتون میاد. الان با من بودی، کار داری، چیزی گفتی؟ حاجی خوبیت نداره، سمک تو زدی سمک. آره سمک اینا گذاشتم، اینو زدم خوبیت نداره. عزیز جون و اتی جون خیلی هوامو دارن، ماه بعد میکنن بهش. نه کاری ندارم، دستتون درد. ازی جون مامانم سلام میرسون. سلام برسون، سلامت باشه. خیلی ممنون، دستتون درد نکنه، زنگ زدیم. به آقا جون سلام برسون. مامان فایی چیزی بچه دنیا بیاد میاد تهران دیگه. باشه دل واپس نباشی. خدا حافظ. ببخشید شرمنده، همش میان پایین زنگ میزنم. به آقا فریدم هم میگم یه موبایل بگیره، میگه تو همینجوری با این اون حرف میزنی، اگه موبایلم داشته باشی که هر روز شارژ موبایلتو تموم میکنی. این حرفا چیه مادر؟ صد دفعه بهت گفتم هر وقت پدر مادرت خواستن زنگ بزنن رو در واسه نکنن، زنگ بزنن. تازه حاجی گفته اگه بشه واسه بالا خود یه خط بگیره.
آقا مهدی هم عجب صدایی دارن. سر زنشو برده. نه زنش تازه عروسه و حسل این حرفا رو ندارد که. اما آقا مهدی میره کلاس، با سمی باید تمرین کنه. فرید که هیچ هنری نداره. مادر جون، صد دفعه بهت گفتم شوهرت عزتش بذار، احترامش بذار، ببرش بالا. تازه بین خودمون باشه. آقا مهدی هم به خاطر لکنتش میره کلاس آواز. این لکنتش خود میشه؟ والا بد که نیست. اینگاه بهتر شده. دکتر میگه خوبم میشه. حاج آقا ببخشید. حاج آقا دستون. لیلا خانم با شما. حاج آقا شرمنده. برای آقا فرید کاری کردین؟ واسه آقا فرید؟ آره چند جا سپردم. بازاره چایی الان حال روز خوبی نداره میدونی که، ولی اگه یه کار کن باشه میارم بر دست خودم و مثل پسر من میمونم و مثل دختر من. این حرفات چی خیالت راحت بشه. عزیز عزیز جون. جانم دخترم بیا تو. کجا این چه بویی انداختی؟ بیا تو مادر. عزیز جون چرا انقدر زحمت کشیدی؟ الهی قربونت برم چه زحمتی مادر. گفتم لباس خودمو جمع کنم، گفتم بذار لباس شما رو جمع کنم، کاری نکردم که. خب میگفتی خودم جمع میکردم. زن باردار مادر جون دو تا نفس داره. خب یه نفس مال خودته، یه نفس مال اون بچه که تو شکمته. میگم این بادمجونا رو سرخ کردم بوش پیچیده. یه خود از این بادمجونا ورده بر دستشون در نکنه. بگیر دیگه بابا، مدیونی داره ها اون بچه که تو شکمته دلش میخواد. بگیر. خب نمیشه اینجا. زحمت کشیدی. چیه نوش جونه؟ با اجازهت من برم حنانه بیدار میشه. امید خدا داره. برو دخترم، منم این دو تونه بادمجون سرخشه میرم جلسه قرآن. برو با امید خدا. برو بچت بیدار نشه. خوشمزه نیست که. اینو آفرین. یه قاشق دیگه بخور مردی که بخواه میشه. بزر بزرشی رفتی مامانم زنی زن مامی چپ را سرتون ننداز پایین بای خونه این بند خدا زشته بابا. با خودشون میگن. خودشون تعارف میکنن. تعارف نمیکنن، میگن مشغول و ذمه. ای اگه فکر کنی مزاحمی بیای پایین. مشغول و ذمه نه، مشغول و ذمه. مثل بی سواده حرف نزن. میگن طرف مشغول و ذمه است. ذمه چیه؟ ذمه. همه میگن ذمه. همه میگن ذمه، تو میگی ذمه. اونایی که میگن غلط میگن، ذمه است. به جون حنانه راست میگن. جون بچه رو چرا قسم میخوری؟ اصلا میدونی معنیش چیه داری سر شما بحث میکنی؟ بله، یعنی مدیونی. یا مدیونی های فکر کنی مزاحمی های پایین. مامانم باسیل حواستو به اجاره خونه ما باشه، شرمندهشون نشی. تو نگران این حرفا نباش. مثلا ما مهدیشون از بچگی دوست جونجونی بودیم. حالا الان که جونجونی نیستی چیه مامان؟ از وقتی هم که مستاجرشون شدیم یا اصلا با دیاب نیست. به این چیزا نیست. از وقتی زن گرفت اینجوری شد. الان هم که سر اونو بایده با این صداش. کجا؟ چیه تو من میام سر کمد کجا کجا؟ سر قبرم. اگه نباید کار رو میگونم واسه توضیح بدم. اگه نمیخوای بری دکتر تکس و پلاسموزت، برم بیدم از بابا ماشین بگیرم یه دو ساعت برم کار کنم. اگه یکی از همکلاسیت ببینته چی؟ دید که دید. آره بابا چه اشکال داره؟ الان همه شغل دوم دارن. چه شغلی حلالتر از مسافر کشی؟ آج آقا واسه ما کاری نکرد؟ میگه سپردم. گفته باشم آقا هر کاری هم پیدا کنه موقتی میام تو درستم تموش. راستی از این دوستت سوسن ماشین تایپو گرفتی؟ یادم رفت. ببین برشم خیلی سنگینه، خودت باید بیه برش داری. حال بر کی میخوای؟ حالی که نگرفتی که میپرسی. از کسی میخوام. خدا حافظ. مامانم
اگر یه باغچه داشتم یه گل قشنگ می‌کاشتم. چیه ماما؟ خواهی ماما نیم؟ آخو جو برمونی دوخ مرم برم من نفلی و خدا هستم اینو جهر کنم از که ببین اون سفید چارخونه هرم انداختم کنار سبده اونم تمیز بشه رو توش هم بکن شب میخوام بپوشم ولی این بار تویران خوبم چنگ بزن اون روز پوشیده بودم کثیف بودا اولین بار پوشت فرورش ماهی خاویاری و صادرم بعد باز بزنیم کار این بود که ما شروع کنیم به تولید خود خاویاری یعنی یه سری ماده ها رو نفروختیم نگهداری کردیم بعد از حدود 8 سال و نیم از ماهیان فیل ماهی یا بلوگا خاویار به دست بیاریم اگه بتونم با میرم اون شهر را بندازم گرم بود زندگیمون از این رو بامار مگه به این راحتی ها وام میدن خب ندن بابا ما راضی میکنم زمین لباسونمون رو بفروشی بزنی تو این کار حله بابا این لباس ها رو میدادی من میریختم تو ماشین آخه اون وقت آقا فرید میگه همه زحمتو میندازی گردن اینو این حرف ها چیه؟ آقا اون که خودش رو میخواد بشوره باردارم که نیست که اتی جون اتی جون اتی جون لیلا خانم جانم اتی قربون دستت بیا سریع مرغ رو بگیر خورد کنی تو بالکن مگس جمع نمیشه مرغ خورد میکنی؟ چی کار کنم؟ آشپزخونه هم که خورد کنم آشپزخونه بو میگیره وای چه مویی داره این نعنایی که داره خوش میکنی آخ شالا خوش بشه بهت میدم بیا سر اینو بگی نکنه چشم دست درم نکنه درست بگی مادر مگه نون نخوادی که جون نداری اتی جون پوست ما بویزه بسم سور میخواد ولش کن ولش کن ولش کن اینجا رو هم قهره وقت نه اینکه سیل اومد مغازش رو سیل برد برشکست شد بعد وقت قناد معروفی بود این تهرون واسه خودش کیا بیایی داشت بچه دارم که نشد دیگه بعد رو هم دیگه جمع شد شد این آقای عطابکی که میبینی راستی آقا فرید چی خواهی کرد؟ هیچی بابا اونم میره دانشگاه و برمیگرده بشم با این دوست اون دوستش نمیشه همیشه حرف زد راستی چه رشته میکنی آقا فرید؟ شیلات شیلات دیگه چه رشته ایه؟ من تالا به گوشم نخورده هر بود به ماهی و میگو از این حیوانای دریاییه رشته قهطی بود خب دوست داره اتی جون سه درده کنم اتی جون چونه؟ میشه برم یه زنگ با آقا فرید بزنم قبل بیا دنبالم بریم دکتر نیومده نگرانش شدم خب خانم
خوشبختانه نسبت به آزمایش قبلیتون تغییراتی داشته، مقدارش اومده پایین، ولی امیدوارم که تا الان به بچه آسیبی نزده باشه. آخه من تعجب میکنم این همه آنتیبیوتیک. اسم پزشکی قبلیتون چی بود خانم؟ مرتضوی، حسن مرتضوی. حالا چه عجله‌ای داشتیم بچه دوم به این زودی باردار بشین؟ آقای دکتر نمیخواستیم بچه دار بشیم. شد دیگه، قسمت بود. حنانه 4 ماهش بود که این یکی رو حامله شد. آقای دکتر شما همه این کتابا رو خوندی؟ چطور مگه خانم؟ باید همه رو میخوندم؟ نه اصلا نخوندم. برو ببن یالا. تو چیکار داشتی دکتره چند تا کتاب خونده؟ به کتابای اون تو چیکار داری؟ چرا ایراد میگیری راج؟ دیدی که چقدر کتاب داشت؟ تو رفتی پول ویزیت دادی؟ بیماری تو بپرسی. ایراد نگیر تو رو خدا. چیه ماما؟ جانه آقا فرید بچه رو بپا. بچه رو بپا که بگو یه دونه لامپ اینجا بذارن آدم چشمش ببینی داره میده بالا. جان جان حداقل لامپ میذارن آشغالا رو جمع کنن. بابا میشنون بشنون جونم. ماما ماما این کرایه از همون نمیگیرن. ماما جان ساکر خدا برو مامانی مکرده نرفتی روزانی جان جان حالا هی مراهات حال اینا رو کن بدون لام وست نمی کنم. جون بابا جون چه کاریه؟ بلکه کوچه که افشاتی در می آوردی دیگه. بابا هم درد می کنه بچه رو بده. مامان باری رو ازیاد شد. بده ازیاد شد. مامانی بود تو مامان مامان جان آخش مامانی گریه نکنی. خسته شده بخوابش. آخ مامان جانه آخ بکنم خوابش میاده. وای آره مامانی. آقا فرید بی زحمت اون دمپایی که سر حنانه گرفتیم میاری؟ اگه دوباره پاهات برم کرده. آره بالا فکر کنم یکی دو شماره بزرگ شده. دمپاییات کدومه؟ بابا اون کرمه است. اینجا اینقدر شلوغه که پیدا کردی؟ آره وای تلویزیون حتما همش باید یه چیزی بیا همین هاست. خدا عمرت بده. آخیش هم درد گرفت. وای عزیز خانوم سیب درد نکنه. چه خبرته؟ حالا تا حقم داری صفحه که تو وای نستدی. من 2 نفرم بعدش هم شما باید تو صف باشیم. من از اون موقع که یادم میاد تو 2 نفری تا بوده سر حنانه حالا هم سر این یکی. آقا فرید تلویزیونه رو چیکارش کردی؟ این پیره مرده اومد. آقا باید باشو باشو باید از این گلدون کوچیکا بگی باشو دیگه. اگه نه پولشو بده من خودم میرم. نه حالشو دارم نه پولشو. باشو دیگه ما فعلا واسه گل و گلدون خریدن پول نداریم بابا. چیزهای واجب انقدر داریم. دشمن را نابود میکنه گلای من، من رو آزاد میکنه گلای من. اگر یه باقشه داشتم یه گل قشنگ میکاشتم.
الو سلام مادر. سلام مامان جون، خوب هستین؟ آقا جون خوبن؟ فریبا جون خوبن؟ آقا وحید خوبن؟ ببخشید مزاحمتون شدم. میخواستم هم آقا فرید اونجا؟ نه همین میخواستم هم که شام منتظرشون بمونم یا نه. سلام امیدی، من زنگ میزنم مامان جون. خوب هستین شما؟ ببخشید آقا فرید هنوز نیومده خونه، دلواپسه شدم، دلم هزار رفت، گفتم یه زنگ بزنم ببینم کجاست، خیلی دلشوره گرفتم. لیلا خانم جونم وای چقدر زحمت کشیدی. چه زحمتی مادر؟ بی بگی تا سرد نشدی، ما شام درست کردیم، با اینا میخواییم بریم بیرون، شما میای؟ متی جون فرید که نمیذار هشی شوارت بگی مادر، سفره پنه من رفتم. دستتون در خواهش فرید در برم. شام نخوری هنانه تب کردی مامان دوباره بگونش برم بگونش مامان. ای جونه مامان این داغی که وای جونه ماما من تب داریشو بیدم بکنم. من یه دختر دارم تو نداری، صورتی داری ماغ نداره، کس کسیش نمیدم، به راه دورش نمیدم، به حرف زورش نمیدم، به کسی میدم که کس باشه، پیرنه تنش آتلاس باشه. مامانی الان کجا سیمت روی تبارت؟ مامانم قربون دخمارم برم. من مامانه تمام شده مامانه بروش برم الهی من خود من خوش من خوشونه دارم سر چه بابایی چرا نایمد هنان ماما دخمانه راست بکش برم زنگ بزنم ببینم بابوش کجاست.
آخه بیفکری تا کجا؟ چقدر تو بیفکری؟ نمیگی زنی داری نه بچه ای؟ بچه که تب داره، ساعت 11 شب داره خونه، کیو بزنم تب خوردی؟ فکر کن رفتم شهرستان، فکر کن شبکارم، الان مردم شیش ماه ول میکنم میرن شهرستان کار میکنن. بله اونایی که میرن شهرستان کار میکنن، کس و کاری دارن، خانواده ای دارن، پدری مادری، نه یه زن حامله. بابا مگه فقط تو یه دونه حامله ای تو این دنیا؟ آقا فرید خیلی اخلاقت بد شده ها. بابا من اخلاقم بده، تو خوبی؟ خوبه؟ این روزا حداقل وسط نو خونه باشی. لیلا اعصاب ندارم، سر به سرم نذار. خوب شد در خونه‌شو روم قفل کردن. حقته. هی چپ و راست سرتون انداز پایین، برو خونه این بنده خدا. احترام خودتو داشته باش. احترام خودمو داشته باشم؟ نکردی حتی یه موبایل برای من بخری. هنوز موبایل نخریده، صبح تا شب میخوای به همه فک و فامیلم زنگ بزنی. به فک و فامیلت زنگ بزنم؟ من فقط برای تلفنای واجب میرم پایین. واجبه؟ واجبه چپ و راست زنگ بزنی خونه خواهر مادرم؟ بابا دو دفعه در روز دیگه رو میام دیگه. بچه خوابه. اعصاب ندارم لیلا، یه ذره کمتر پا رو دومم بذار. این روزا یه ذره به هم ریختم. باشه یه ذره مراعات حال منم بکن، یه ذره صبر کن، همه چی درست میشه. موبایلم برات میخرم. از چی ناراحتی آقا فری؟ امیدت به خدا باشه. آخه من چیزی برات کم گذاشتم تو این مدت؟ نه بابا اصلا مشکل تو نیستی. کارتون دارن آقا وحیده. باش الان میام. ببینمش مامان. او بمیرم بچه سوخت مامانی. مامان چنمت بالا؟ چه میدونم؟ خوب تکون دیش؟ حتما کار داشت. آره یه تیکه ناخونم تو خونه بیافته بیبرکتی میاره ها. مثل پیر زن ها حرف میزنی. انگار نه انگار دو سال درس خوندی، دو کلاس سواد داری. بعد شب مهمون داریم ها. کیا؟ بابا مینا. پس فرید برای همین اومده بود. فریده و شوهرش هم هستن. اونا دیگه چرا؟ میان دیگه، چی بگم؟ بگم نه یا؟ شام چی درست کنم؟ جوراب مشکی هم نیدی؟ همون پشته. کجا؟ دوره من حاضر شدم، تو یادت افتاد کجا میری کجا میری؟ مگه نمیگم مهمون میاد؟ دارم میدم ببینم از کجا میتونم پول جور کنم. پول قرض نکنی ها؟ سه شهاره را کجا گمدی؟ اتی انقدر نرو خونه این بنده خدا چیز میز بگیر. چیکار کنم؟ آخه تبله این کتاب با این سه شهاره که از بین نمیره که. چون 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 دستمال نمده رو نام بده. ماما پشو جانه ماما نتونم. ببین بعده که اینا میخوان بیان باشون صحبت کنم، پله‌های تو بیام برم. نمیشه پوره آشغاله بابا، آبرومو میده. منم چون پا به ما هم میشه. ای بابا بیا. خدا حافظ. به سلامت. چیه مامان خور بزنی ببینمت. اوف 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 دخترمون حق داره. حالی بابی رو رفت مامانی دخمنم. بیا آها آفری مامان. آقو نزن مامانم بگردم بچم و آخ 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 هنانش اینجوری مامان جا میسوزه با مامان.
میکنه اینجا؟ عزیز جون، عزیز جون، بشقاب غذا خوری داری؟ خورش خوری میخوان. عزیز، عزیز جون، چونم، چونم لیلا خانم، ببخشید شرمنده. اختیار داری. بشقاب خورش خوری داری؟ امشب مادر شوهرم اینا میان، خواهر شوهرم هم میاد. خودم یه دست داشتم و حنانه زد دو تا جوشیکون ناقصش کرد. حدا سرش، ولی چه حوصله‌ای داری تو این بارداری میخوای مهمون دعوت کنی؟ بذار بارتی بذاری زمین، بعدن قربونت برم. من دعوت نکردم عزیز جون، خودشون خودشون دعوت کردن. ای بابا، حالا میخوای چی واسه شون درست بکنی؟ قرمه سبزی. خواهشاره همشه دو جور غذا درست کنی، ولی من گفتم همین یه جور هم بسه. آقا فریدم رفته دنبال شیرینی و میوه و اینا، بریم میتونه جور کنه. خب چند نفر هستن اینو به من بگو. چند نفرن که دوتا خواهشارم اینا، سه تا، فکرم شیش هفتان. چند تا بسته سبزی میخوای بذاری؟ دو تا بسته سبزی دارم و کافیه. هفتش نفر. خب دوتا دونه که تو داری، حالا نمیدم اینا قرمه سبزی چشت میبینه. نگاه کن ببین اینا رو بزن تنگش، کم نیاد غذا. دستتون در نکنه عزیز جون، ببخشی. اختیار داری. یا اینا رو ببینی، اینا رو من برای باجن آقا مهدی خریدم، کادو ببرم واسه چشموشنی. این بشقابا نگاه کن، تو ببر مصرف کن، فکر نمی کنم به یه دفعه معلوم بشه ها. نه عزیز جون، دستتون درد نکنه، نوعه برشه. حرفا چیه؟ نافد و سرت. میگم با یه بار که مادر من خراب نمیشه دوباره بسته بندی میکنم. حرفا چیه؟ حالا میذارم اینجا بشه. عزیز جون شرمنده. حرفا چیه دخترم؟ تو هم که همش سر این بچه بغلت بذاری زمین با اون باری که داری. عزیز جون به خاطر پاهاش، این پاش سوخته. اتی بله. خواهر این غذا یخ کرد، بیا بالا دیگه قربونت برم. بیا بابا اومدم. پماد روغن ماهی به مال بپاش، این آب رو آتیش. عزیز چند تا لیمو بریزم؟ لیلا خانوم. جونم عزیز. کجایی؟ آشپزخونه. خب لیلا جون، میگم اون پمادم که عطابکی گرفته برای پای بچه، شب به شب بزن بپاش ببینم چیکار کردی با این غذا. دستتون درد نکنه. چه بویی را انداختی؟ چه بویی به رنگی را انداختی؟ باریکلا مامانی، دستتو بردون. چی به اینجور گندی هم میده مامانی؟ درش کو، درش کو، درش کو دخمن. مامان جون ببخشید، هر نه نمیسازید. خواهش میکنم دیگه، چیکار کنیم؟ چیشی و بچه هست، باید مواظبش باشن دیگه. کلی براش چشم گذاشته بود. کجا بچه هم خراب کاری میکرد؟ دست گل بود، همه دوستش داشتن. بغل خورده سنستر که مامانم یاد بگیره خورده. خیلی خود تو هم خورده سبزی خورده. موزه بچه هم باش. خدا مادر جان، خدا میانی.
سری بافتنی چیکار کرد؟ بلکن بابا از دماغشون در اومد. دماغ اونه دماغ من؟ یه لیوان آب بهم میدی؟ میشه خودت بیاری؟ برام کمر نمونده از بس دولا راز شدن. باشه دیگه، میخوام از دست تو بخورم. چیکار کردی بابا؟ یه لیوان آب خواستم ها. همه کارت همین جوریه. بفرما اینم شیره. دستتون درد نکنه آقا فرید. سلام آقا. سلام، حال شما خوبین؟ من اسم پول آوردم. این حرفا چیه آقا؟ خانم بله، این کاغذی که برای حبوبات نوشتم مثل که بالا جا گذاشتم. کار همیشه گیته. یه 10 کیلو برنج دودی میخواستی دیگه؟ ده کیلو برنج دودی، 4 کیلو لپه خوب، 1 کیلو هم لوبیای چیتی. نه لوبیا چشم بلبلی ببخشید. میگم چرا نمیای پیش ما اقلکن یه چایی بخوری؟ گرفتارم. چیه بابا ول کن خودت، اینو که اسیر کردی اینو نگاه. اینا رو هم بندو بره عزیز. خب دیگه جارو نمیزنه که. باور کن من حرفی که میزنم، تو فقط امتحان کن دیگه. قربونت برم. بعدم لیلا خانم خیر ببینی، این بشقابا رو اگه میشه به من بده، میترسم این بچه یو بشکنه اون وقتی که ناقص بشه. دست در نکنه. یه دقیقه صبر کن. عزیزون دستتون درد نکنه، فقط ببخشید یه دونش کمه. مادر شوهرم دیشب یکون از این برنج خورشته اضافه اومده بود دیگه، ریخت توی کود از این ظرفا بود برای آقا وحید که صبح واسه بره سر کار. گفت اینا میگیرم ازتون میارم. میترسم یو ناقص بمونه. قربونت برم. نه میارم دیگه، زود بگیری. چشم قربونت. از حتما ازتون دست در نکنه. دست شما در نکنه. نه میگیرم ازش میارم حتما ازتون. باز که داری میدویی؟ زود میام. بچه کجاست؟ خوابه. سلام، خوب هستی؟ رو کنی؟ نگو تو رو خودت هم مادر. راستی مهدی، این دفترچه رو بعد بده مهرش کنم. کی میخواد بره دکتر؟ نمیشه با مال من بره؟ دستت درد نکنه. تو حلال حرام سرت نمیشه؟ به به به، ترشی درست میکنی؟ من عاشق ترشیم. بی خود، لازم نکرده تو این وضعیت ترشی بخوری. از قدیم و ندیم گفتن یکی جیگر یکی ترشی. واسه زن حامل خوب نیست، بچهش ترشی میشه. بیا به جاش هویج بخور. دستتون درد نکنه. ای گل گرفتی؟ آره همیشه دلم میخواست از این گلدونا داشته باشم. وای چقدر قشنگه.
اگه اینا رو بذاری تو آب ریشه میدونه دوره بر اتاق تو خیلی قشنگ میکنه. صد دفعه بهت نگفتم تو این پلا با این وضعیت ندو. زبونم را یه پات پیچ میخوره میخوری زمین. دیگه این بچه واسه بچه نمیشه. آخه ایتی جون میترسم پیر مرده بره. نه ترسی پیر مرده هر روز تو این محله است. یه روز دیگه ازش میگرفتی. خب با اجازه. این بشقاب و مادر شوهرت گرفتی؟ راستش آسش نداره دیگه. ببین من میخوام برم برای باجناق مهتی کادو ببرم، دیگه خیلی دیر شده. چی میگین؟ مهتی کی؟ مهتی چی؟ باز دوباره غیبت منو داری میکنی؟ کی با تو بود؟ با اجازه. به 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 بسات ترشی رو انداخته این؟ کی آماده میشه؟ حالا لا باید صبر کنی. تو اگه راست میگی آبرو زیر زمین رو مرتب کن تا من بتونم این دبا رو جا بدم. تازه توشی واسه قلبت خوب نیست. به این زبون به بساقه رسین آب نمیدین چرا به اینو؟ بیا یه دوتا کوکم به این بزن. چشم. چیه؟ تو دوباره اینجوری نگاه میکنی؟ جوری نگاه نکردم. امروز کلاس دارم. 8 تا 12 کلاس دارم. مگه نمیدونی؟ زور میای خونه؟ من خونه برای دلت بشینم که چی بشه؟ بابام یه زمین پیدا کرد تو جاده ساوه. اگه این وام جور بشه بشه پشتر را انداخت. خیلی خوبه. به نظرم این کار غصه و این چیزا رو بنداز بعد کار دانشگاهت. پس از کجا بیاریم با خودی؟ خدا کریمه. خدا که کریمه، ولی اگه تو از اول به هر چیزی قانه نبودی الان وضعم این نبود. برعکس شد بیجین که من قور بزنم تو قور نزن. اگه قورقوری بودی که اصلا نمیگرفتمه. بعد از زن قورقوری خال زنک بعد هم میاد که دیروز این خانم کارمنده تو شیلات مخ ما رو خورد. باید گوش کنیم کارمونو رو بندازه دیگه. کلید من ندیدی؟ خیلی چه کاری بدون پول بدون سرمایه؟ آخه کی زامن شما میشه که وام به اون سنگینی بگیری؟ خدا کریمه. حالا که جواب خودت رو خودت دادن من رفتم. آقا فرید بشقاب عزیز ببین وای 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 چی شده؟ پاشو یه دفعه الان کشو دومیه رو باز کن. چیو گذاشتی؟ اون پلاستیکاویه رو از تو کشو به من بده. چی هست؟ جونو تو داشتم همه مدارک رو جا میذاشتم ها. نزدیک بود امروز کلی علاف شیم. چی اینه؟ آره رفت. خدا حافظ. سلامت. تو یه چیزی میخواستی بگی؟ نه چیزی نیست، بعد هم میگم. خدا حافظ. خدا حافظ. از در میری بیرون بسم الله بگو. ببخشید یه سرویس داشتم، یه بشقابش چینی خوری شکسته. درسته. چیکار باید بکنم؟ نمونهشو داری؟ نمونهش که این دورش حاشیه طلایه میخوره با گل، گلای صورتی، بنفش. نمونهش رو باید بیار ببینم. میارم حالا برات. بیارید واسه تون میارم. باشه چشم. دستتون درد نکنه. خواهش. این مدلایی که شما میگی تو بازار خیلی هستش. یعنی یه مدل نیست، ممکنه 5 مدل، 6 مدل اینجوری با گل قرمز و طلایی باشه. شما باید یه نمونهش رو بیاری، بیام که بعد بازار مثلا ببری نشون بدی. خانم بفرمایید. آقا جا گرفته بودم به جون بچه‌ام. جا گرفته بودم. بله جا گرفته بودم. آقا جا گرفته بودم. بله این خود سپرده بودم به من. بفرمایید سپرده بودم. قربون دست لیلی خانم. خدا خانم کمت نکنه. اختیار داریم، وظیفه‌ام بوده. میخوام پس فردا تو صفحه بقال جعفر آقا واسه جا بگیرم.
نه دستتون در نکنه. بگه مادر چون باش باس بزن. ممنونم یه جا کافیش دم آشپزخونه کابینت ها رو تمیز میکردم. یهو دیدم یکی از دیستای پلوخوریم لپر شده. یه جایی هست تو بازار اسمش تیمچست. هر جور جنسی بخوای داره. یه دونه از اون باشقابای سرویس رو بردار. ببر بده آقا از این میخوام. عزیز جو، عزیز جو، چونم، چونم، لیلا خانم. سلام. سلام، سلام. بفرمایید. دست شما در نکنم، چرا زحمت کشیدی؟ ببخشید، خیلی مواد داشتم، اونجا فقط 12 تا از سوشتر مد، تا ساعت نشده بخوریم، بفرمایید. آخه مادر جون، الان که موقع شام میگه. او عزیز، خارجی ساعت 5 شام میخورن. دستت در نکنه، بذار بشقابش خالی کنم بهت بدم. نه دستتون در نکنه، فردا میام میگیرم. نه بابا بذار خالی کنم عزیز من، بذار خالی کنم بهت بدم. دستت هم در نکنه، زحمت کشید. بشه جان عزیز رو زحمت نکشید. نه بابا چه زحمتی، ببر این بچه تفلک بخوره. بفرما. ممنون، دستتون در نکنه. خب پس با اجازتون. راستی چی شد؟ چی؟ بشقاب. بشقاب منو میگم، بشقابه که بردی. اتفاقا دیشب خونه مادر شوهرم اینا شب نشینی داشتیم. ببین لیلا خانم، اگه بشقاب و گم و گورش کردی یا به ما بگو، ما خودمون درستش میکنیم، شما نگران نباش. فدوس سرت خوش شکسته، فقط بگو چی شده. نه چیتون گم و گور چیه. نه میگم دیشب اونجا بودیم، بعد آقا فرید انقدر راجب حسچه و ماهی و نمیدونم کاسبی و این چیزا هر ساعت، بعد سرمایه هم که نداره، میخواد کاسبی را بندازه. خب بدون پول نمیدونم، بدون سرمایه. آخه عزیز خانم مثلا میشه بدون؟ نه بابا اصلا نمیشه. چه حرفای شما میزنی لیلا؟ کجایی؟ آقا فریده با اجازتون ببخشید، حالا من بعد مزاحم بهتون میشم. با اجازت. سلامت. به سلامت. بخور اتی. مامانی قربونت برم، برو تو ماما، من میام. حنانه مامان. الهی به امید خودت. لیلا خانم. جونم. بی زحمت در وا کن. لیلا خانم، این کلید دستت باشه مادر. یه سر به این آشپزخونه من بزن، قابلمه برنج گذاشتم، میترسم یهو ته بگیره. چشم. کی سر بزنه؟ کی سر بزنه؟ یه فکر کنم یه رو به دیگه سر بزنی خیلی خوبه. فقط یه کاری بکن، میخوای که برش زیرش خاموش کنی؟ اینطوری کن اگه جزی کرد، بدون که دم کشته زیرش خاموش کن. منم دارم میرم جلسه قرآن. به سلامت. خداحافظ. یا علی. ببخشید میخواستم اینو برام بسازی. چند تا دون؟ یه دون. خب خانم کلاتون.
مامان حنانم خیلی این چه کاری کردی تو دخترم آخه چرا اینجا ده همه کنم چیزی مرس مرس نزاشیده چرا مامان عذیت میکنی تو که نیدیش یا علی آخ 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 برنجه انقدر تای گرفته که بوش تا تای حیات داره میام ببخشید به خدا حنانه حواسام پرت کرد یادم رفت عب نداره جایی میخوای بری؟ میخواستم برم بیرون خوب شد یادم اومد عب نداره خودم اومدم دیگه بی هیچی که نمیشه اون وقت از صبح پا میشه میره این اداره به اون اداره با من جون نمیشه وش تیرش به سعی میخوره وقت قرقرش رو سر من میکنه استخاره چی مادر جون وقتی هنوز هیچیش معلوم نیست ها نمیدونم حالا خدا بزرگه زیاد دل و پس نیستم نه به اشکد و ان محمد و عبده و رسوله اللهم صل علی محمد و آل محمد میگم چه بیکاره این بچه یکی نیست بهش بگه برو بازی تو بکن Thank you.
یه ساعت و نیم تا دو ساعت بیشتر طول نمی کشه. آخه از دکترم وقت گرفتم. من نمیتونم. شب یه عالمه مهمون دارم، خونم ریخته و ریخته. آقا جونم الان رفته خرید بکنه، اونا رو بیاره باید زفت و رفت بکنم. همینجوری نمیشه که مادر یه خبری، اطلاعی، چیزی همینجوری سر بنداختی بابا. اگه مامانم اینجا بود مزاحم شما نمیشدم. آخه دکتر توکسوپلازموز هم واجبه، نرم خدای نکرده بچه‌م ناقص میشه. لا اله الا الله. حالا فعلا بیا این چای رو بردار ببر تا ببینیم چی بگم. چشم. سرگرمی کارو واسه بچه آقا اینا چند؟ اینا 8 تومن هست برای بچه ضرر نداره؟ نه تایده؟ آقا تیم چه کجا؟ اولین کوچه سمت چپ. کدوم برم؟ پایین سمت چپ اولین کوچه. ریختی همه رو. آقا شرمنده. خواهش میکنم دست ازم ولش کن، خودم جمع میکنم. ولش کن. نمیخواد بابا دست ازم ولش کن. نمیخواد اون جاش اونجا نیست. ول کن. آقا تیم چه کجاست؟ حواست کجاست خانم؟ شرق با این بار به این بزرگی نمیدینی خانم؟ آقا شرمنده ببخشید. بازان تمام شد؟ تمام شد ولی خواهم رد کردی. من میخوام هم تیم چه؟ اون خیامه، یعنی این مسئله باید مستقیم برگیه. میرسی تیم چه؟ منتها این و شلوغه، باید بری از خیام برید خلوتتر. این خیامه؟ بله. دستتون در نکنم. خداحافظی. Thank you.
شده مامان؟ گریه نکن. مامان چی شده؟ دخترم چی شده مامان؟ گریه نکن. آها ببخشید مامان، این بچه رو ندیدی؟ مامان مامانت کجاست عزیزم؟ آقا ببخشید پاسگاه کجا؟ پاسگاه همین کوچه رو میری دست چپ که بیشین یه تا دست چپ دیگه میری اولش پاسگاه داره. این بچه گم شده شما یه مادر نگید. بده بچه‌مو بده بچه. خاله اونجا پیداش کردم تنها بود داشتم می‌بردم این طرف پاسگاه. دست درد نکنه اینجا شلوغه. این کارو گناه داره بچه مواظب باش. من اصلا ول نکن چرا مامان اونجا اصلا ول کرد. خب شما دیدیم چه کجا؟ آره همون بره. من دارم میرم اونجا میخوام. شما میرید؟ آره. ولی تو رو خدا مواظبش باشین بچه بنده خدا هی گریه می‌کرد. شب سکته می‌کرد. پیدا شد. ببین چه جوری نزدیک بود کار دستمون بدی. حواس پرتی دیگه. به چه دنبال طلا و جواهرات رو خریده. حالا الحمدلله پیدا شد. شما قصه نخور. حواست باشه زبونم لای پولات خرج نشه. میدونیدن چه بچه انگار فقط مادر داره. پدرم داره. من حواسم نبود. تو حواست کجا بود؟ میدونیدن چه کاری می‌خواستی به سرت بریزی؟ بعد قهر می‌زنه بچه‌شو برداشته آورده بیرون. ببین چه جوری زهر مارمون می‌کنه. اصلا نمی‌خوام دیگه منو بردید بیاری بیرون. صبح تا شب دارم چون میکنم به خاطر شما اینم بلبل زبونی چیسته دیگه چقدر منت یه لقمه نون که تو شکم من این بچه میریز دور سر ما میذاری نمیخوام آقا جان وظیفته میخواستی زن نگیری خانواده تشکیل ندی نمیگذاری پرگود کردم آره من پرگود نگاه زبونتو نگاه تو خوبی کوتاش میکنم ساکت مامان از این بشقابه داری؟ نه اینو باید برید چینی فروشه خرید. آخه چینی فروشی کجا همین؟ باید برید جلوتر دست راست. آقا راسته بلور فروشه این طرفه؟ از این بشقاب با این طرح گل میخواه نداری؟ بلور فروشه هم میبره؟ آقا از این گل دارین؟ بشقاب با این گل؟ آقا ببخشید از این بشقاب با این طرح گل داری؟ این بشقاب کجا داره؟ آقا ببخشید از این بشقاب داریم با این طرح گل؟ حاجی از این بشقاب با طرح گل داری؟ نه با از کجا بگیرم؟ مستقیم اون برای بس مستقیم برای بس
ببخشید. سلام. خوب هستی؟ من یه سرویس چینی داشتم یه شکسته. حالا بسریم باید ببینم چیه. این چرا شکست؟ طور می شکسته باشد مورد نره پس باش. آقا من میخوام از این ببینم میتونم پیدا کنم، یعنی همه بازار رو امروز گشتم. از این گلا داریم تو انبارمون، یه هفته دیگه من میتونم براتون بدم. آخه به خود من شرایطم شرایط خوبی نیست. از صبحم تو بازارم بچه‌مو گذاشتم. خیلی هم عجله دارید به کارمندان بگم اینجا بگردید برات، دوستا همکارامون هستن اینجا ممکن این گلا داشتن. ولی خیلی عجله دارم ولی گشتم تمام بازارو. همکارا هستن که میدونم این گلا داشتن قبلا، میخوام ببینم. دستتون در نکنه زحمت میکشه. بگم بیاد شرمنده ممنونم. نبود یه هفته دیگه بیا که داریم هم اتفاقا. همکارمون هم هست که میگن دستتون درد نکنه. آقا ایوب امروز برام شروع شد. ایوب. بله استاد جانم. بله استاد. بله سلام. همکارمون دو سه تا همکارم بگردم. سلام. سلام. من یه فلان چینی شکست استراری هم خودمون داریم، اون هفته میاد برامون گلای ناشد. اینو براش پیدا کنه همکارمون این دو سه تا که هست. نشدم تو انبارمون یه سری بزنم. عجله دارم. علیرضا بابات کجا؟ بابام والله نیستم. سلام هم تو از این نمونه نداری؟ از این نمیشون والا این جدید اومده والا بعد هم باید نما کنن آقا جون میدم ممنون والا خواهش میکنم بیبری آجی جونم سلام علیکم سلام علیکم از این نمونه داری؟ از اون نه متاسفانه نه مطمئنی؟ آره با انبارم نداری؟ نه تو بازار بگردی پیدا میکنی همه جا رو گشتیم آجی یه بار دیگه بگرد ممنون. فکر کنم بعد بریم انبار خودمون. بریم خواهر. آقا بی زحمت بریم. من تمام بازارو گشتم. بریم آبچی، بریم. به خدا این چرخی‌ها بعضیشون بهتر از منه. ناشکری نمی‌کنم. بازم شکر. همش میگم خدا کریم، خدا بزرگ، خدا میرسونه. دستم به دهنم نمیرسه. خرج ننمو با زور میدم. بیا آبچی. مراقب پلا باشا. زود باش دیگه آبچی. ای بابا. خیلی مونده. نه آبچی. دیگه رسیدی. آب میخوای آبجی؟ نه دستتون درد نکنه، همین بشقابه فقط درست شد. بیا خانم رسیدیم دیگه، امروز که خوبه. برای این بشقاب اومدم، هر روز ده دفعه برمیگردم توی انبار رو برمیگردم مغازه. حالا بیا خواهر، بیا آبجی، ظاهر و باطن همینه. همینه، دستتون در نکنه. دوتاشو بدین. چقدر میشه؟ 5 تومن. بفرمین. ای با این وضع تنها اومدی بازار؟ پس آقات کو؟ آبجی؟ آبجی؟ بشین بابا حالت خوب نیست، بشین. دستتون در نکن. بفهم تعارف نکن، بشین. بیا بگی بخور توش نواتم انداختم. بسیدون چقدر تاروخ بکن، بگی بخواه حالت بهتر بشه. بازه دیگه گنجایش اون قدیمو نداره، خیلی شلوغه. پس آقات کجاست؟ چرا تو با این حال بلکنده اومدی اینجا؟ ها؟
عقلم چیز خوبیه، شعورم چیز خوبیه. از صبح بچه رو گذاشته رفته، نمیگه بچه غذا میخواد، بچه شیر میخواد، بچه خودشو خیس میکنه. یه بره مهمون دارم، این شده خونه زندگی. مردم نمیگن چه وضعیه. بمیرم الهی، اومدم طفل معصوم شلوارشو عوض بکنم، خودشو خیس کرده و میبینم تمام پاش تاول زده. خجالت هم نمیکشه، من چی کار کنم؟ من نمیدونم والله این چه زندگیه. رفتم دکتر خوب نبود، بعد رفتم خونه سوسن، فیلم گذاشت، به حرف افتادیم، اصلا نفهمیدم چی شد، انقدر دیر شد. لا اله الا الله، اینم جوابشه. خانم من دیگه بچه داریامو کردم، دیگه وقت بچه داری من نیست که بچه‌امو بزرگ کردم عین دسته گل. مردم که بچه‌های منو میدن هضم کردن، نمیدونم والا چی میگن اینا. ماشین تایپو گرفتی ازش؟ نه، سنگینه، نمیتونم بیارم. چادرت کجا پاره شده؟ چادرم پاره شده؟ اوه، این پیرنای جیبش پاره شد. جانم آقا، میخوای بدش بکنم؟ آقا ببیشت این کوچه. کجا؟ برای خونه سوسن ماشین تایپو بگیریم. بله عمو، تو ماشینه. سلام، حال شما خوب هستین؟ خیلی ممنون. لیلا جون خوبه؟ بد نیستن. چه خبر؟ چه عجب از این رو؟ صبح مزاحم شما بودن. خواهش میکنم، این حرفا چیه؟ من سلام خاله. سلام خاله، چطوری؟ خاله میشم جونم. خاله شما بخوابه. بفرم شام لخطا. خاله چی؟ خاله میشم شب همینه پیش ما بخوابه. خاله امشب که نمیشه خاله، کار داریم. خاله خواهش میکنم. سلام فرید جون، چطوری؟ خوبی؟ بیا تو قربانه. چی شده؟ چیزی نشده، اون ماشین تایپو برای آقا فرید لطف کن بیاره. چی خاله؟ میشه امشب بخوابم؟ خاله امشب کار داریم. من میخوام امشب باسش قصه بگم. قربونت برم. خاله خواهش میکنم. سلام آقا فرزه، حالا چطوری؟ خوبی؟ خوبی؟ ببخشی بری تو؟ بعدی تو بشم، سلامتی قربانه. خاله عمو، یا دختر خانمتون تو ما خیالمون راحت شد. خواهش میکنم، نه ایمدین تو، میمدین یه چایی خوردیم. خواهش میکنم، خدا خدا باشه باشه.
شما نگران نباش میگم. آره مامان زود بیاینا. آش خانم، آش خانم، الو، الو مهتی جان، حالت خوبه؟ خسته نباشی. اما این مامان تینا نیستن، مامان تو خالت از صبح رفتن نیومدن، کجان اینا؟ ایادت کی؟ این چیز بچه لیلا خانوم هم اینجا داره گریه میکنه، گفتم اینم کجاست، اینا اینم نیستش. خیلی ممنون، دست درد نکنه. نه قربان تو، خداحافظ. الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اياک نعبدو و اياک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین.
بیا تو مادر، بیا تو. سلام عزیزم. سلام، چه خوب اومدی. سه تا آجیل برات گذاشتم، یکی برای خودت، یکی برای آقا فرید، این یکی هم مال اون حنانه کوچولو. دستتون درد نکنه، قبول باشه. با سروسی آقا مهدی نزد کرده بودم، به گردنم بود. عزیز میخواد ببره تو جلسه قرآن پخششون کنه. قبول باشه. عزیز جون، بشقابتون از مادر شوهرم گرفتم. گرفتی؟ بده ببینه. بفرمی. ای با ایدی جون، این درست، من اشتباه کرده بودم اون دفعه کم بود. من که گفتم یقین اشتباه شمردی. آی اجازه عزیز، خدافظ. کجا داری میری دخترم؟ نشستی؟ ممنون، آخه حنانا تنهاست. خدافظ. خدافظ. راستی لیلا، با آقا فرید بگو که حاجی باسش کار پیدا کرده، شب بیاد پایین ببینیم چی میگه. چشم، حتما. دستتون درد نکنه. خدافظ. به سلامت.